سلام به همه میگم برادر خواهرای عزیز، بینندگان عزیز، هر جایی که هم هستید مطمئن باشین که عیسی مسیح شما رو احاطه کرده. تو خونه ها خودتون جمع شدین، الان یک نفر هستین، دو نفر هستین، به هر حال مطمئن هستم. و برای اینم هفته به هفته ما دعا میکنیم که لایف استریم فقط یه چیزی نباشه، که فقط یک طرف ما اینجا هستیم، پرستش میکنیم و کلام رو موعظه میکنیم، بلکه مخصوصا دعا میکنیم هر موقع که این تلویزیون یا آیپد یا آیفون رو روشن میکنین، روح خدا جاری بشه و همینطورم با قلبتون صحبت کنه، مخصوصا در این زمان که دائما ما میبینیم که چطور خدا از این زمان قرنطینه ها استفاده میکنه که کلیسای خودش رو بنا کنه. ما باور میکنیم و خیلی چیزایی هست، خیلی افرادی هستن که تو این زمان آخر عقیده های خودشون دارن، چرا اتفاقاتی باید بیفته. فقط من شخصا و با همسرم نسرین باور میکنیم این زمان دو تا دلیلایی و نقشه هایی داره. یه دونه این هست که دنیا رو به توبه و بازگشت هدایت کنه و افراد ایمان میارن به عیسی مسیح، از تمام این فکرهایی، از فلسفه های دین هایی که برای خودش ساختن همه چی به هم بریزه، واقعا بدونن که این دنیا دنیای امنی نیست، دائما میتونه اتفاقاتی بیفته. یه قسمت برای اینه که دنیا واقعا تکون بخوره از طریق اقتصادی، از تمام قسمت هایی هم همینطور که واقعا دنیا متوجه بشه انسان واقعا اونجا تسلیمه، هیچ کاری نمیتونه انجام بده، فقط و فقط خداست که میتونه به میون بیاد عیسی مسیح، که 2000 سال پیش خدا عیسی مسیح رو فرستاده که ما رو نجات بده و همینطور نه فقط این، بلکه فرزندان خدا بسازه. و واقعا روی صخره ما ایستادیم که میدونیم که اونجا هر اتفاقی میفته و هر چطور خدا ما رو هدایت میکنه، همه چی به خیریت ما تمام خواهد شد. و ما اما مسیحا هیچ موقع از مرگ نمیترسیم، بلکه میدونیم که مرگ یعنی منتقل شدن به ملکوت خداست. و به این خاطر با دلیری، با شجاعت میتونیم بریم جلو. به این خاطر ما باید فقط این چشم رو داشته باشیم و این دید رو داشته باشیم کدوم زمانی ما زندگی میکنیم. و تو این هفته ها ما در مورد این داماد صحبت کردیم و همینطورم در مورد عروس صحبت کردیم و در مورد این باکره های نادان و دانا هفته گذشته بود و همینطورم روز چهارشنبه بود که خودم اونجا تعلیم دادم که برحال موضوع چهارشنبه این بود لباس عروس. و لباس عروس یعنی یک فقط لباس نیست، معنیش اینه که معنی این لباس اینه که واقعا باید با خدا متحد بشیم، با عیسی مسیح، با فکرای او، با اراده او باید یک بشیم. و اراده او چیه؟ اراده عیسی مسیح در همینطور یوحنا باب 17 اونجا نوشته که به پدر جان دعا میکنم همینطور که ما با هم یک هستیم، ایشان هم همینطور یک باشن، تا دنیا بدوند که تو پسر خودت رو فرستادی. پس این اتحاد شدنه که دنیا خواهد دید. ما با قدرت خودمون کاری نمیتونیم انجام بدیم، ما میتونیم همه بریم اونجا کارهای تک تک کارهای خودمون رو انجام بدیم در این دنیا. فقط اینجا برحال یک کلیدی هست که خداوند نشون داده و این کلید اتحاده. هر چقدر ما این به اتحاد ملیسیم، همین موقع هم همینطور برن تقریبا متحد میشیم با اراده خدا و لباسهای عروس هم آماده میشه. و تو این زمان هم خیلی تعلیم هایی هست که نسینم در روز پنجشنبه بود که اونجا تعلیم داد در مورد این از در تنگ داخل شوید، زیرا تنگ از آن در و گشوار از آن طریقی که منتهی به حیات هست و یا بندگان آن چه یا بندگان آن چه کمند. چقدر افرادی که باید این وارد این در تنگ بشن چقدر کمند. معمولا ما این داستان رو که
میشنویم فکر میکنیم در تنگ برای ماست، ما که عیسی مسیح رو داریم و دنگ و این در گوشات یا فراغ از آن در و وسیع از آن طریقی که به هلاکت منتهی میشود. فکر میکنیم آها الان دنیا اینطوریه و ما اصلا کلا دیگه روی در تنگ وارد شدیم. این اشتباس عزیزان و این دو برای ایماندارا نوشته و اونجا نسرین هم خیلی خوب برای شما باز کرده و خواهش میکنم برین دوباره گوش کنین یا کسانی که هنوز گوش نکردن. و اینجا جالبش اینه و میگه که دوباره میخونم، زیرا فراغ و هم و از آن در و وسیع از آن طریقی که به هلاکت منتهی میشود و آنانی که بدان داخل میشوند بسیارند. پس دو تا چیزایی هستن، بسیار است آنایی که در راه هلاکت هستن، مسیحایی هستن که هنوز برای ایشان مکاشفه نشده برای چی عیسی مسیح خون خودش رو ریخته. و اونجا میگه که برای تنکی اونجا باید وارد بشیم افرادی که هستن چقدر کمند. پس این یه چیزی هست که واقعا باید ما رو تکون بده، همینطور که زمانی که در مورد چیز هم صحبت میکنیم در مورد باکره دانا و باکره نادان، ما بعضی وقت اشتباه میکنیم و فکر میکنیم ها باشه ما الان دانا هستیم دیگه، ما با عیسی مسیح ایمان آوردیم دیگه، همه چی اوکیه. فقط مخصوصا در این زمان فکر میکنیم خدا میخواد این باکره های نادان رو روشن کنه یا بیدار کنه یا نصیحت کنه یا یکم تکون بده که واقعا از این خواب بیدار بشیم. به این خاطر موضوع امروز، موضوع تعلیم امروز، بیداری باکرهای نادان، افرادی که فکر میکنن الان همه چی اوکیه و آخر یک روز دوست نداریم ما یک روز جلوی در بایستیم و بعد از این بکوبیم ای خدا و من برای تو این کارو کردم اون کارو کردم چرا الان بسته هست. وظیفه و مسئولیت ما رهبرای این کلیسا اینه که افرادی که دانا هستن تشویق کنیم، بنا کنیم. سخت دردهایی میکشن به خاطر ناعدالتی، به خاطر فشارهایی که هستن، میرن تو دعا میکنن، روزه میگیرن، شاید نتیجه هایی نمیبینن. اونجا سعی کنیم، اونجا سعی میکنیم تشویق کنیم، بنا کنیم، اب نداره برو، چیزای عالی منتظر تو از تبدیل شدن زندگی توست. و اون افرادی که به هر حال فکر میکنن شاید چیزایی برای خودشون فکر کردن، حداقل بیدار کنیم افرادی زیادی در حال خواب هستن، منتقل کنیم که واقعا بتونن این باکرهای دانا بشن. این هدف کلیسای ماست و به این خاطر ما باید در این قسمت واقعا هوشیار باشیم و امیدوار هستم این تعلیمایی که میشنویم، موعظه هایی میشنویم واقعا ما رو به فکر بندازه و نگاه کنیم ببین چه چیزهایی الان دریافت کردیم. ما مسیح هستیم، چه چیزهایی هست که ما دریافت کردیم، چقدر ما تبدیل شدیم، چقدر مسیح در ما قرار گرفته. به این خاطر این طبیعت اون عروس که در مورد ما صحبت میکنیم یا اون بگم این باکره دانا اینه که دنبال طبیعت مسیح، دنبال طبیعت دامادشه که در این طبیعت او شکل بگیره، با او یک بشه. همینطور صفتهای اون داماد باید بیشتر و بیشتر در ما قرار بگیره، ما باید در همه قسمت ها با اون داماد یک بشیم. راهی که عیسی مسیح رفته و به این خاطر میگه که این دری یا خودش این دری که وارد شده و رفته و روی صلیب اونجا، همینطور هم یک باکره دانای کسی هست که او رو پیروی میکنه. همینطور این سرودی که همینطور که امروز هم خوندیم، چه نگاه هم به تو عیسی، پشت من به جهانه و همینطور هم روی من روی صلیبم هست، آهنگای دیگه هم اونجا وجود داره. ما باید نگاه کنیم که عزیزان زمانی که میگم که ما عروس هستیم یعنی اون داماد ما پادشاهه، میخوام این تصویر رو داشته باشین. زمانی که ما الان عروس هستیم و به این داماد یک میشیم، پس تقریبا مثل این که ما ملکه میشیم، شما ملکه میشیم، یعنی یک ملکه روی تخت نشسته با پادشاه شوهرش اونجا و اونجا سلطنت میکنن. یا به این خاطر یک ملکه باید از منافع داماد و کشور حمایت و مراقبت کند. این فکر
یک عروس باید فکر مسیح باشه، که نگاه کنیم که مسیح یعنی این داماد باشه، این داماد چه فکری میکنه برای دنیا، چه هدفی داره، و همون هدفی هست که میخواد این دنیا رو نجات بده از شیطان، از تمام کارهای شیطان، و افراد ایمان بیارن به عیسی مسیح. به این خاطر هم این داوری‌هایی هم که به وجود میاد اینجا، ما الان نمیتونیم بگیم باشه که ما اینجا نشستیم الان ببینیم که چه اتفاقی میفته. اینجاست که ما باید ببینیم که خدا چی میکنه، ذهن او رو داشته باشیم و همینطور هم بتونیم او رو پیروی کنیم. این چیزایی هست که ما باید شروع کنیم بیشتر و بیشتر فکر بکنیم، وقت رو بذاریم. به این خاطر خداوند این زمان قرنطینه رو گذاشته که شروع کنیم به فکر کردن، کلام خوندن. هر چقدر منم همینطور که شروع میکنم تو این چند مدتی هست که بیشتر و بیشتر سعی میکنم بیشتر بخونم، میبینم که هنوز چه گنجهایی در کلام خداست که باز میشه، باز میشه. هیچ موقع فکر نکنه آها این رو خوندم دیگه اینو میدونم، نه، برین دوباره یهو میبینین که چه مرواریدهایی وارد میشه. و این مرواریدها نه اینطوری فقط میگیم آها یه چیزی مکاشفه گرفتم، این مرواریدها یا این گنجها باید ذهن ما رو، فکر ما رو عوض کنه و فقط بتونیم واقعا به اون، به اون هدفی که داماد داره به اون برسیم. به این خاطر یک داستان، یعنی یک اتفاقی که هست که در کتاب مقدس، در کتاب متاس اتفاق افتاده و همینطور مرقس اتفاق افتاده، میخوایم این رو کوتاه نگاه کنیم. اینجا میبینیم که یوحنا شاگرد عیسی مسیح با برادرش یعقوب میان پیش عیسی مسیح و تقاضایی میکنه، یه دعایی میکنه یا یه خواستی میخوان و میگن که استاد تقاضا داریم، آنچه از تو میخواییم برای ما به جا آوری، آنچه ما میخواییم به ما ببخشی. به این خاطر عیسی مسیح بدیشان گفت چه میخوایی براتون به جا آورم؟ گفتند عطا فرما که در جلال تو یکی بر جانب راست و دیگر به جانب چپ تو بنشینیم، یعنی بشینیم. خیلی دعای تقاضای خیلی عالی است. من میتونم بگم عیسی مسیح خیلی خوشحال شد از این دعا، یعنی از این درخواست، چون واقعا هر دوتاشون چشمشون این بود که ما میخواییم یک روز در کنار تو، در دست راست، در دست چپت بشینیم، با تو سلطنت کنیم. یعنی یک دو نفری بودن که واقعا چشمشون از این دنیا بریده بودن و گفتن که ما میخواییم اونجا بشینیم، برای این ما میخواییم بریم. و خیلی جالب بود زمانی که اینو خوندم اونجا، گفت آنچه از تو میخواییم برای ما به جا آوری. یه جوری پررویی دیدم اونجا، ما چیزی از تو میخواییم تو هم انجام بده. فقط احساس کردم که خدا بعضی وقت هم این دعاهایی که ما میکنیم واقعا با اشتیاق انجام یعنی با اشتیاق از او میطلبیم، خدا اینو جواب میده. مخصوصا چیزایی که هست که مربوط به ملکوت خودشه، پادشاهی و دعوت خودشه. به این خاطر چیزی بود که نه دنیایی بود بلکه روحانی بود برای این عیسی مسیح، شاگردای خودش و به وسیله شاگردای خودش. بعد از اینکه پنتیکاست اومد، تمام دنیا، تمام ما ایماندارا رو دعوت میکنه که ما روی تخت بشینیم و سلطنت کنیم. و بعد از این عیسی مسیح اینجا، زمانی که اینا رو گفتن عیسی مسیح میگه، از آیه 38 میگه عیسی به آنها فرمود شما نمیدانید چی میخواهید. یعنی مثل اینکه میخواد بگه ببین تو، شما چیزای تقاضایی کردین، فقط هنوز فکر میکنم هنوز دوزاریت نافته. اینطوری نیست که مثلا بگیم آها من اینو میخوام، بگی باشه اوکی به تو اینو خواهم داد. یه شرطی بود، یه چیزی بود که اونجا عیسی مسیح میگه. و مخصوصا هم که زمانی که ما دعا میکنیم، الان در یک شنبه ها در همینطور موعظه های دیگه هم میشنویم، اونجا واعظای هستن میگن که میخواین عیسی مسیح رو پیروی کنین، آمین خداوند، میخوای زندگی خودت رو فدا کنی، هللویا خداوند، ما میخوای شبیه خدا بشین، خداوند همه چی رو میخوام، خداوند میخوام زندگی خودم رو به تو بسپارم. و شروع میکنیم حرف زدن، چیزی که بگیم فقط با زبان میگیم، فقط ما نمیدونیم تو قلبمون چه بهایی باید پرداخت کنیم.
ما فکر میکنیم ما چیزای روحانی، منظور من چیزای دنیایی، الان خداوند احتیاج به خونه دارم، احتیاج به مثلا میگم الان کار دارم، این تیچما چیزای دنیا هست که این پدر آسمونی زوویزو میدونه ما چه چیزی احتیاج داریم. هنوز کلام خدا میگه، هنوز زبان در دهن ما نیست، خدا میدونه که پدر میدونه که چه چیزی احتیاج داریم. فقط الان چیزای روحانی که وارد چیزای روحانی میشیم، اونجا شرطهایی هستن. و اینجا به این خاطر عیسی مسیح میگه که شما نمیدونید چه میخواهید، چه تقاضایی میکنین. بعد از اینجا میگه آیا میتوانید از پیالهی که من مینوشم بنوشید و تعمیدی را که من میگیرم بگیرید؟ گفتند آری، بله خداوند، ما میتوانیم. من فکر میکنم، نمیدونم الان چقدر میدونستند، فقط یک اطمینانی درونش بود که ما میتونیم. شاید فهمیده بودن، شاید هم نه، نمیدونم. بعضی وقت هست که ما به هر حال چیزایی میگیم هنوز با روشهای خدا آشنا نیستیم. و اینجا بعد از این عیسی مسیح، این خدای زیبای ما هیچ موقع رد نمیکنه من نمیتونید شما، بلکه میگه که شکی نیست که از پیالهی که من مینوشم خواهید نوشید و تعمیدی را که من میگیرم خواهید گرفت. یعنی اینجا عیسی مسیح رد نکرد شما نمیتونین، بلکه میگه باشه، اوکی، شکی نیست این کار رو خواهی کرد. فقط بعد از این میگه که فقط پدر آسمونی منه که اون از ابتدا چیز کرده، نقشه کشیده و تصمیم گرفته کی در دست راست منو نشست. این مهم نیست، مهم اینه که آیا واقعا ما میخواییم تخت روی تخت خدا با عیسی مسیح بشینیم. زمانی که برمیگردم دوباره به این عروس و داماد، این عروس و دامادی که شبیه همدیگه شدن، یا بیشتر عروس شبیه دامادش شد، اینا هستن که روی تخت میشینن. پس اینجا عیسی مسیح این شرایط رو میگه، پیاله و تعمید. پیاله، عزیزان، ما هر دفعه هم عشا میگیریم، این پیاله این بود که آیا حاضر هستی از حق خودت بگذاری؟ ما میدونیم که زمانی که عیسی مسیح قبل از اینکه بره مصلوب بشه، شاگردانش رو جمع کرده بود، رفته بودن توی این کوه زیتون و اونجا این فشار آمد. تمام دنیا، تمام بار دنیا روی عیسی مسیح افتاده بود. عیسی مسیح یه جنگی کرد، ترسی درونش بود، یه جنگی بود که آخر به یه جایی رسید، گفته که ای پدر جان، اگه یک راهی وجود داره این پیاله از من رد بشه، انجام بده، اما نه اراده من بلکه اراده تو انجام بشه. منظور اینه که خدای پدر، من از حق خودم میگذارم، من میخوام اراده تو انجام بشه. این دردی بود. من فکر میکنم کتاب مقدس که خونده باشین متوجه شده بودیم، بدترین زمانی بود که اونجا قرار گرفته بود. یه جنگی بود، انکار نفس بود، آخر من خدا هیچ کاری نکردم، فقط و فقط کار خوبی کردم، به همینطورم شفا دادم، نجات دادم، ملکوت تو رو اعلام کردم، همه کارا رو کردم، من بی تقصیر هستم، الان چرا من باید بمیرم؟ چرا باید این تمام بلاهای دنیا رو به من بیاد؟ اما خداوند، اراده تو انجام بشه. خداوند، من حق دارم، اونجا میتونم صحبت کنم، فقط از حق خودم میگذارم، چون میخوام اراده تو انجام بشه. همین چیزی بود که عیسی مسیح به شاگردان داده، آیا این پیاله‌ای که من مینوشم شما میتونید بنوشین؟ آیا شما میتونین از حق خودتون بگذارین؟ خودتون انکار کنین؟ آیا واقعا میخواین؟ میتونین این کار رو انجام بدین؟ اینجاست که مشخص میشه، عزیزان، باکره نادان و باکره دانان. باکره نادان هنوز دنبال خواستای خودشون هستن، اراده خودشون هستن. یه پروسسی هست، یه دردی هست. منظور این نیست که از صبح زود بلافاصله میگم دیگه حق خودم رو میگذارم. یک خدا ما رو هدایت میکنه، قدم با قدم به یه جایی که اتفاقاتی میفته، ناعدالتی میشه، تو فشارها میافتیم،
و اونجا خدا میگه خب الان عدالت تو کیه؟ آیا واقعا میخوای اراده من انجام بشه؟ در این زمان، در این مکانی تو الان هست، میخوای اراده من انجام بشه یا حق خودت رو میخوای بگیری؟ پس پیاله خودت رو مینوشی، پیاله من نیست. اینجا پولوسه که چه دردی میکشه، میگه من درد ذهن میکشم، میگه درد زایمان دارم تا مسیح در شما شکل بگیرد، صورت مسیح در شما بسته بشه. میگه درد میکشم، من زندگی میکنم، میخوام اینو در شما ببینم، من میخوام مسیح رو در شما ببینم. یه درد ذهن، یه کسی که واقعا میتونم بگیم عروس عیسی مسیح، عروسمون داماده، فکر میکنم دامادم همینطور سعی میکنه نگاه کنه، میگه که کی شخصیت من در تو قرار میگیره، چه تصمیمایی میگیری که واقعا بتونی اونجا درست قدم ورداری. به همینطور هم میگه که آیا این تعمیدی که من میگیرم واقعا میتونی این تعمید رو، این شریک این تعمید باشی، یا با این تعمید تعمید بگیری؟ و این تعمید مرگشه. و عیسی مسیح زمانی که روی صلیب رفت، اونجا تمام گناهای دنیا رو روی خودش گرفت و همینطور هم اونجا مرد به خاطر گناهای ما و همینطور دفن شد و بعد از دفن با قدرت روح القدس پدر رو از مردگان برخواست. این تعمید ما، زمانی که ما تعمید میگیریم، تعمید یعنی چی؟ با مسیح مردن، دفن شدن و قیام کردن. و اینجاست که عیسی مسیح رفت، این قدم رو برداشت. ما فقط میریم زیر آب و از آب میایم بیرون، ما دردی نمیکشیم، کاری در ما، یعنی چیزای جسمانی در ما قرار نمیگیره. این شلاقهایی که او گرفته، اون تمام بلاهای روی سرش آمد روی ما نمیاد. ما فقط باور میکنیم و میگیم خداوند، این راهی که تو رفتی، این در تنگی که تو رفتی، این تمام زحمت ها رو کشیدی به خاطر من، الان فقط من باور میکنم، توبه میکنم، بازگشت میکنم و بعد از این عیسی مسیح رو عنوان خداوند قبول میکنیم. بعد از خیلی راحت، حتی اینجا ما جشن میگیریم، عیسی مسیح روی صلیب اونجا درد و رنج رو کشید، ما اینجا فقط جشن میگیریم، میگیم هللویا، ما آمدیم اینجا تعمید بگیریم، جشن تعمید. فقط نمیدونیم چه بهایی او پرداخت کرده. و تعمید چیه؟ تعمید همینطور میگه خداوند، همینطور که تو زندگی خودت رو فدا کردی برای من، منم با تو عهدی میبندم که منم میخوام تو رو پیروی کنم. نه دیگه من زندگی میکنم، بلکه تو در من زندگی میکنی، در غلاطیان باب 2:20. این چیزایی هست که ما باید دقت کنیم عزیزان. توتیواری نمیتونیم چیزایی بگیم. هر موقع که میایم عهد در عشا شرکت میکنی، میگی خداوند، این عهدی که هست میخوام دوباره تازه کنم، دیگه من زندگی نمیکنم، بلکه تو زندگی میکنی. به این خاطر خداوند، این عهد خودم رو تازه میکنم، فکر من توبه میکنم، بازگشت میکنم که تازه بشم، دوباره قدما رو بردارم که تبدیل بشم به صورت او. صلیب یعنی با تعمید عیسی مسیح میگه میتونی با این تعمید بگیری. منظور اینه که تو متعلق به خودت نیستی، بلکه متعلق به خدا هستی. تو مال خودت دیگه نیستی. عیسی مسیح روی صلیب که رفت، هیچ دفاعی از خودش نکرد. تنها چیزی که کرد، آخر گفته پدر جان ببخش، نمیدونن چی میکنن. این میشه صلیب مسیح، این مرگ انسان کهنه است که ما اینجا انجام میدیم. چقدر زمانی که در مورد تعمید صحبت میکنه، آیا میتونین شما هم همینطور با این تعمیدی که من تعمید میگیرم، شما تعمید بگیریم؟ آیا واقعا اجازه میدین که در زندگی روزمره من دخالت کنم؟ آیا میخوای در قسمت‌های زندگی تو، در زندگی شخصی تو، در زندگی کار تو، در زندگی خانواده تو، در همه قسمت‌های زندگی تو میخوای من تسلط داشته باشم؟ این میشه صلیب. نه دیگه تو زندگی میکنی. اینجاست که مشخص میشه باکره دانا و باکره نادان. و این موعظه، نمیخوام شما رو محکوم کنم، بلکه نور بیاد در زندگی شما که واقعا تشخیص بدین آیا کی هستین. مبادا یک روز جلوی در همون پادشاهی خدا اونجا بیستین، منظور این نیست که هلاک میشین میرین توی جهنم، منظور اینه که دیگه این
این پاداشی که خداوند برای تو داده که با عیسی مسیح سلطنت کنی این از دست خواهی داد. خیلی هم هستن که میگن که باشه من پادشاهی رو نمیخوام، اینجا مهم اینه که من نجات پیدا کردم. باشه، پس تو جزء خواندگان خدا هستی، برگزیدگان خدا نیستی. خیلی هستن که تو کلیساها خیلی خدمت میکنن، خیلی کارهای انجام میدن، خیلی فعالیت میکنن در کلیسا، با این فعالیت سعی میکنن خودشون رو ارضا کنن، بگن که ببین من درست زندگی میکنم، من همه چی رو درست انجام میدیم، به خدا میام اونجا، نمیدونم هزار تا کارهای ما برای خدا من انجام میدم، کتاب مقدسم میخونم. فقط اکثریت فکر میکنم میخوام اشتباه کنم، من فکر میکنم بیشتر اینطوریه که افرادی هم هستن که میام میگن که خدا برای تو همه چی انجام میدم، فقط خواهش میکنم حق منو ور ندار، من میخوام هنوز حق از حق خودم استفاده کنم. گوش میکنین عزیزان، ما با چشمای خودمون به این افراد نگاه میکنیم، میگیم فا چقدر مرد فعالی، چه زن فعالی، چه کارهایی برای خدا میکنه. فقط در قلب خدا در قلب نگاه میکنه، میبینه که این از حق خودش نگذاشته، هنوز حق خودشو داره، هنوز پیاله خودشو مینوشه، پیاله مرگ منو نمیجوشه، هنوز با من روی راه صلیب نمیره، بلکه همینطور خواستای خودشو میخواد انجام بده. به این خاطر باید مواظب بشیم چقدر از حق خودت میستی، چقدر واقعا زمانی که خدا صحبت میکنه، خدا میتونه از طریق کلام صحبت کنه. هفته گذشته صحبت کردم که گفته در عبرانیان گفته که قلب خودتو سنگین نکن زمانی که روح القدس صحبت میکنه. بعضی وقت خدا از کلام خدا صحبت میکنه و تو رو میخواد به توبه هدایت میکنه، تو دائما فقط میتونی بهانه هایی بیای برای خودت. افرادی هستن که میاد نبوت میکنن به زندگی خودتون، این نبوت باید اینطوری بشه که ما رو تکون بده، اول بگیم که آیا واقعا خدا صحبت کرده یا نه. افرادی مثلا نبوت رو کار میشمارن، نه اینطوری نیست، خدا اینا با من اینطوری نمیکنه، خدا اینطوری نمیکنه. من یادم هست عزیزان تقریبا یه 10 سال 12 سال پیش یک خانواده‌ای بود، یک مردی بود که واقعا خیلی کلیسا رو آمده خیلی به هم ریخته، بعد از این آمد اینجا نبوت کرد، خداوند به من میگه به تو بگم که تو یک شبان نمیدونم کاذبی هستی و همینطور کی گفت نبی درستی نیستی و نمیدونم چند تا چیزایی شروع کرد به گفتن. واقعا من شوکه شده بودم و مخصوصا از یه دهانی شنیدم که واقعا خیلی خرابکاری کرد تو کلیسا، آخرش هم رفت. فقط من اونقدر واقعا از خدا می ترسیدم، گفتم که خدا من شاید خدا اگر در عهد عتیق می بینیم که خدا از یک اولاغی صحبت کرد که خادمشو هوشیار بده، من کی هستم پس؟ و این کلام رو برداشتم رفتم تو خونه، گفتم خدا من به من گفته که من کازه، من یک شبان درستی نیستم، شبانی هستم که نمیدونم چه کاری میکنم و همینطورم یک نبی کاذبی هستم. گفتم خداوند به من نشون بده، شاید واقعا چند تا چیزای دیگه هم گفته بود. همه چی رو نوشتم رفتم پیش خداوند، گذاشتم گفتم خداوند کدومش درسته، آیا واقعا من این هستم؟ و جالبش اینه خدا دو تا نکته هایی بود توش یه دیدم که درسته، بقیه تقریبا 80% دروغ بود. دو تا چیزایی بود که تفتیش کردم، گفتم بعضی جاها انگیزه من درست نیست، بعضی وقت جایی هست که من الان یادم نیست چی بود. به هر حال شروع کردم از خدا تشکر کردم، گفتم حداقل از این مردی هم که صحبت کرده تو استفاده کردی که واقعا به خودم برسم، من میخوام هر لکه‌ای هست ورداشته بشه. با اون موقع هم واقعا هم خدا رو شکر اونجا خدا این فیض رو بخشید که بتونم بیشتر و بیشتر رشد کنم. به این خاطر خدا صحبت میکنه، ور نداره زمانی که کلام خداست امروز صحبت میکنه، میگه نه من میدونم من این نیستم. اگه اینطوری باشه که پس گوش شنوا نداری، اینجاست که خداوند میگه هر کی گوش داره بشنوه که روح به کلیسا چی میگه. اینجاست که باید مواظب باشیم عزیزان، از خدا بترسیم. از خودم هم میگم و همینطور نبوت هایی که میشنویم، کلام هایی که از برادر خواهرای هست که میگن، یا مثلا از جاهای دیگه هست، برداریم. نبوت های خوبی هست، مثبتی هست که ما رو بنا میکنه، و نبوت هایی هست که واقعا باید واقعا در موردش فکر کنیم، دعا کنیم. احتیاج نیست بلافاصله زود نتیجه گیری کنیم. افرادی هم هستن که زمانی که این نبوت هایی بهشون گفتن، بعد از 5 دقیقه گفتن که نه من دعا کردم نیست.
گفتم آخه چطور میتونی بعد 5 دقیقه تو دعا کنی؟ یه نبوتی از یه کلامی هست، حداقل یک هفته، دو هفته، باید سه هفته باید وقت بذاری به حضور خدا. و زمانی که تفتیش کردی، رفتی به حضور خدا، شاید خدا حتی شاید این مطلب رو نگه که مثلا بگه که اینه، فقط نکته های دیگه میتونه به تو نشون بده. این میشه به کسی که در ترس خدا زندگی میکنه، واقعا میخواد خودش رو تفتیش کنه. پس خیلی آسون نیست در کنار عیسی مسیح نشستن و اون باکره دانا شدن. این واقعا احتیاج هست، احتیاج چیزی بهایی بتونیم پرداخت کنیم. و روش هم همینطور خدا منجوری نشون میده، زمانی که با شاگردانش اینطوری صحبت کرد، با چیز با یوحنا و همینطور با یعقوب اونجا صحبت کرد، یهو شاگردان بقیه هم شنیدن، این 10 تا شاگرد هم شنیدن، ناراحت شدن، عصبانی شدن، از یحیی و همینطور هم از یعقوبوس چیز شدن، عصبانی شدن. بعد از این عیسی مسیح، خیلی جالب، این خونسردی عیسی مسیح، این جلال عیسی مسیح، این فروتنی عیسی مسیح، که اینجا مسیح زمانی که متوجه شد چه اتفاقی افتاد، اینجا میگه عیسی ایشان را فرا خواند و گفت: شما میدانید آنانی که حاکمیان امت ها شمرده میشوند بر ایشان ریاست میکنند و بزرگانش بر ایشان فرمان میروند، اما در میان شما چنین نباشد. یعنی الان میگه که ببین، دنیا طوری دیگه سلطنت میکنه، پادشاهی های دنیا فرق میکنه از پادشاهی من. اینجا بزرگان شروع میکنن به فشار آوردن، تسلط داشتن و همینطور هم همه چی رو زیر پاها خودشون میره، همه زیر کنترل خودشونه. میگه که در بین شما اینطوری نباشه. اگه میخواین عروس من بشین، فکر من رو داشته باشین، ذهن من رو داشته باشین، پس باید اینجا من: اما در میان شما چنین نباشد، هر که بخواهد در میان شما بزرگ باشد باید خادم شما شود، و هر که میخواهد در میان شما اول باشد باید غلام همون گردد. پس این روش پادشاهی خداست عزیزان، این روش زندگی یک عروسی هست یا یک باکره دانا. اینو نگاه میکنه، نگاه نمیکنه که کی رو میتونم، چطور میتونم همه چی رو زیر تسلط خودم بیارم، کنترل کنم، بلکه من میرم پایین و شروع میکنم خدمت کردن. و بهترین چیزی که نگاه میکنم همون توی کلوسیان، توی فیلیپیان باب 2 که اینجا عیسی مسیح، اونجا در مورد عیسی مسیح صحبت میکنه، میگه ذهن مسیح رو داشته باشین. برادر خواهر، ذهن مسیح رو داشته باشین. اون که با خدا یک بود، یک شدن خودش رو گذاشت کنار، آمد دنیا، غلام دنیا، انسان شد، غلام شد، به این خاطر خودش اقتدار رو داره، بگه که شما اول، کسی که میخواد اول باشه غلام شما باشه. خودش یک نمونه ای بود، خودش چه کاری کرد؟ آمد اینجا غلام شد. همینطور میبینیم که چطور این در یوحنا باب، انجیل یوحنا باب 13، اینجا میبینیم که عیسی مسیح همه رو جمع کرده بود، در روز آخر بود، همینطوری رختی برداشت و گرفت و شروع کرد به شستشوی پاهای شاگردانش. به این خاطر خودش، خود داماد عزیزان میگم، بعضی وقت میخوام زمانی عیسی مسیح صحبت میکنم، الان مخصوصا میخوام بگم داماده، عروس باید فکر ذهن داماد رو داشته باشه، باید یک بشیم. به این خاطر عیسی مسیح میگه اگه میخوای اول بشی، میخوای بزرگترین بشی، پس باید غلام همه بشی، و همینطور هم بزرگ تو باید خادم همه بشین. و اینجا میبینیم که خود عیسی مسیح که آمد اینجا، خداست، اون خدای خالق همه چی هست، و میاد اینجا و یک رختی برمیداره و میگه که در آیه 12، زمانی که پاهای شاگردانش رو شست، اینجا گفت: چون پاهای ایشان رو شست، رخت خود را گرفت و نشست و به ایشان گفت. اینو حتما
این آیه رو خوندین. آیا فهمیدید؟ دریافت کردید آنچه به شما کردم؟ آیا متوجه میشی چه کاری کردم من؟ شاگردان هنوز شوکه شده بودن. اولا همینطور پتروس هم اینجا میگفت هیچ موقع پای من رو نمیشنوری، گفته که اگه من پای تو رو نشورم هیچ قسمتی در من نداری. بعد از این گفته که نه بیا تمام بدن خودم رو بنوش، گفته احتیاج نیست، تو پاک هستی، فقط پاهای تو، این پاهای تو کثیفن، من باید بشورم. خدا ما رو پاک کرده با خونش، فقط چیزایی در زندگی ما هست باید شسته بشه. عروس اجازه میده پاهاش شسته بشه و اینجاست که و میگه که آیا فهمیده در و دریافت کردید آنچه به شما کردم؟ شما مرا استاد و آقا خواندید و خوب میگویید، زیرا که چنین هستم. خودش میدونست خودش کیه، احتیاج نیست دیگران شهادت بدن. پس اگر من که آقا و معلم هستم پاهای شما رو شستم، پس شما نیز واجب است که پاهای یکدیگر رو بشورید. دیگه هیچ بهانه وجود نداره عزیزان، چون هر چیزی که پدر یا هر چیزی که عیسی مسیح از ما میطلبه خودش کرده. از تعمید، زمانی که تعمید گرفت یحیی گفت احتیاج نیست تو آخر نجات، احتیاج نیست تعمید بگیری. عیسی مسیح گفت بگذار تمام عدالت انجام بشه، که آخر افراد با بهانه ای نیا میگه نه من دیگه احتیاج به تعمید ندارم. عیسی کرده پس تو هم باید بکنی، عیسی پا رو شسته پس تو هم باید بشوری، عیسی رفت روی صلیب تو هم باید بری روی صلیب، عیسی این پیاله رو نوشید تو هم باید بنوشی. چرا؟ به خاطر اینکه اگه تو میخوای این راه رو که عیسی مسیح تو رو خوانده یا این خواندگی رو داره که عروسش بشی، اینو باید انجام بده. به این خاطر عیسی مسیح به شاگردان، به این دو تا شاگرد گفت آیا میدونی چی میخواین؟ آیا میدونی چه دعایی کردین؟ چه طلبی، چه خواستی دارین؟ یک شرطی داره، یه بهایی هست که باید اونجا انجام بشه. بعد از این میگه که زیرا به شما نمونه ای دادم تا چنان که من با شما کردم شما نیز بکنید. آمین آمین به شما میگویم، غلام بزرگتر از آقای خود نیست و نه رسول از فرستنده خود. هرگاه عزیزان، برادر خواهر عزیز، هرگاه این را دانستید، مکاشفه شده، باز شده برای شما، خوش به حال شما اگر آن را به عمل آیید. من نسرین خودش یک عطایی داره، عطای خواب داره و خیلی خوابهایی میبینه که واقعا خدا با از طریق خواب در مورد چیزایی که مربوط به خودشه، در مورد قسمت برای کلیساست با ما صحبت میکنه. و خیلی خوابها میتونم بگم تقریبا 70% خوابهایی که دیده واقعا میبینم که خدا صحبت میکنه، خدا هدایت میکنه. و یه خوابی تعریف کرد و زمانی که موعظه رو آماده میکردم همینطور این خواب جلوی چشمم آمد و به نسرین گفتم نسرین خیلی خوب میشه تو خودت بیای این چیز رو، این پیام رو، خدا این خواب خودت رو به ما، به عزیزان چیز کنین، تعریف کنین. و خودش هم الان در حال حاضر به منم گفته که سلام برسونه. خودش هم الان تقریبا 2 هفته 3 هفته است کلا کنار کشیده، گفته من الان در حال حاضر میخوام وقت بذارم فقط خدا رو جستجو کنم و نمیخوام موعظه کنم یک شنبه ها. به این خاطر 3 هفته است که منو میبینین، امیدوار هستم خسته نباشین از دیدن من، امیدوار هستم الان به زودی چیز الان کی نمیدونم، فقط زمانی که خدا نشون داد این دورانایی که گذرونده و الان این دورانی که خودش میگذارنه برای اینه که میگه من میخوام خودم رو تفتیش کنم، من میخوام ببینم چه چیزایی هست، باید چیزایی تغییراتی در من انجام بشه، دید من، ذهن من. و همینطورم طبق کلام خدا میگه خودتون رو تفتیش کنین. در مزمور 139 اونجا نوشته آیه
25 میگه خداوند من رو تفتیش کن ببین چه چیزایی در من هست، هر چیزایی بدی هست از من وردار. و نسیم برحال در این زمان خودشو کنار کشیده، سعی میکنه بیشتر وقت برای خداوند بذاره. منم بعضی وقت هم هست که جدا میشم میرم یه جای دیگه که بتونه راحت باشه. فقط اصلا خواهش کردم که این شهادت خودشو بگه، و چون نمیخواست بیاد اینجا من یک ویدیویی چیز کردم، ویدیویی ضبط کردم که الان میتونین او رو ببینین و خودش هم شهادت خودش رو به شما خواهد داد. با سلام و سلامتی به بینندگان عزیزم. پاستور از من خواستن رویایی که چند سال پیش دیدم به سمتون برسونم. آمین که باعث برکتتون باشه. چند سال پیش قبل از اینکه دستگذاری بشم این خواب رو دیدم که در اتاقم تنها بودم، دو تا دست رو دیدم که نزدیک به من میشه و این دو تا دست یک لباس عروس در دستش بود که بی نهایت زیبا و پرجلال بود و این لباس رو بر تن من کرد، لباسی که با سنگهای قیمتی زینت شده بود. وقتی که این لباس رو در تن من کرد من خیلی متعجب و هیجان زده بودم و تو آینه خودم رو نگاه میکردم که چقدر این لباس پرجلاله، با چه پارچه های ابریشمی دوخته شده، چه سنگهایی به او وصل شده. و در روحم احساس کردم برای اینکه باقی این کار رو انجام داده بشه، یعنی عروس آماده بشه، باید به یه مکان دیگه برم، مثل یک سالن آرایشگاه بود. در ذهنم این اومد و وقتی که اومدم از در بیرون برم و به سمت اون سالن آرایشگاه برم، کفشای خودم دیدم، گفتم کفشایم به پا داشتم که قبلا به پا نبود، که این کفشا سفید بود، باز هم قیمتی و پر از سنگهای گرون قیمت بود. و وقتی که این مسیری که باید میرفتم تا سالن نگاه کردم، دیدم این مسیر پر از یخ، برف، گل و لایه و تعجب میکردم که هیچ کس نیست که اونجا منو همراهی کنه و اصلا دامادی هم وجود نداره. همینطور که متعجب بودم کفشامو، فقط مواظب کفشام بودم که صدمه نبینه، این کفشامو زیر بغلم گرفتم و در نتیجه این مسیر گل و لایه و یخ رو طی کردم تا به اون سالن آرایشگاه رسیدم. وقتی وارد سالن آرایشگاه شدم دوباره اون دو تا دست رو دیدم که با چه ظرافتی، با چه دقتی، با چه محبتی موهای منو درست کرد، موهامو بالای سرم جمع کرد، یه شینیون بی نهایت زیبا درست کرد و یه تاج دوباره قیمتی و خیلی پرجلال روی سر من گذاشت. و دوباره در روح احساس کردم من باید این مکان سالن آرایشگاه رو ترک کنم و به منزل خودم، جایی که قبلا بودم، برم. دوباره خودم رو تنها دیدم که هیچ همراهی نبود و دامادی وجود نداشت. همه اینو منو متعجب کرده بود، ولی من در روح هر کاری که روح القدس به من میگفت انجام میدادم و دوباره این مسیر رو برگشتم. همینطور کفشامو زیر بغلم گرفته بودم و اون مسیر گل و لای و یخ رو عبور کردم، به خونه رسیدم. و وقتی تو اون اتاقم رفتم، به جای اون دوتا دست یک صدایی رو شنیدم، یک صدایی که پر از اقتدار بود، پر از فرمان بود و اشاره به من کرد. این صدا که پیشبندی رو به من نشون داد که این پیشبند روی تخت بود و به من گفتش که الان تاج تو در بیار، لباس تو در بیار و این پیشبند رو ببند. و من بدون اینکه اصلا فکر کنم تسلیم گونه لباسمو در آوردم، تاجمو رو تخت گذاشتم و اون پیشبندو بستم و دوباره اون صدا فرمان داد و جماعتی رو در کلیسای آلفا اومیگا به من نشون داد که الان با این پیشبندی که بستی این جماعت رو با نان و ماهی خدمت کن. و اونجا بود که از خواب بیدار شدم و در قلبم این اومد که خداوند داره فرمان میده که گله منو شبانی کن، گله منو خوراک بده، با هر آنچه که به تو عطیه دادم گله منو با رغبت، با رضامندی خدمت کن. آمین که خداوندی که این عطیه رو داده، خدایی که این امانت‌ها رو داده، امینه که کار رو تو با آخر ادامه بده. هرچند در فرمانی که داده خیلی موقع کم آوردم، ولی ایمان دارم به خدایی که شروع کرده روزی به پایان خواهد رسانید و این دعوت و این خدمت برای این نحوه خدمت در واقع برای تمام خادمینیه که به این مسیر دعوت و خطاب شدن. خدا من شما رو برکت بده. این شهادتی بود که
تقریبا زمانی که اینا آماده می کردم دیدم که به این موعظه می خوره و برای من اون موقع هم که تعریف کرد، اون موقع هنوز با هم ازدواج نکرده بودیم و زمانی که تعریف کرد می دونستم که این راهی هست که راه سختی هست که منتظر خودشه. این پیشبند باید برداشته بشه که بتونه شروع کنه خدمت کردن و شبیه خدا شدن. زمانی که اون موقع هم که این چیزا رو این نبوت رو یا این خواب رو به من نشون داد، از اون موقع هم حتی خدمت های زیادی هم هنوز اینطوری نداشت، چند تا خدمت هایی بود. فقط بعد از این دیدیم که چطور خدا واقعا زمانی که شروع کرد به خدمت کردم، منم اون موقع شبانش بودم، هنوز همسر من نبود، و چطور با اطاعت، با فروتنی و همینطورم چه بهایی پرداخت میکرد، نتیجه هایی نمیدید. و سخت‌ترین زمانی هست که دیدم که اونجا میره. و به هر حال منم چون خودم هم خیلی رادیکال بودم اونجا، برای میگفتم نه خوبه، برو این خدمت ها رو انجام بده، این خدمت ها رو انجام بده. دردهایی بود، دردهای زیادی بود. فقط منظور اینطوریه که برای این شهادتی که خودش داد، زمانی که ما در مورد عروس صحبت میکنیم، عروس شدن یا این باکره دانا شدن، یعنی همون پیشبند رو ببندی و شروع کنی خدمت کردن، شروع کنی همون طور که عیسی مسیح به ما خدمت میکنه و هنوزم خدمت میکنه، و تک تک ما شروع کنیم به خدمت کردن و همینطور هم برای مواظب شدن فکرمون با فکر ذهنمون با ذهن مسیح یک بکنیم. این چیزی که الان در یوحنا باب 13 در مورد پاهای شاگردان شستن، من اینطوری چیز کردم، یک تغییری دادم، گفتم که شما من رو داماد میخوانی و خوب میگویی، زیرا که من داماد شما هستم. پس اگر من که داماد شما هستم پاهای شما رو شستم، پس شما نیز واجب است که پاهای همدیگر رو یا یک دیگر رو بشورید. این روش ماست عزیزان. عیسی مسیح الگویی هست و خودش هم اینطوری گفته که آیا فهمیدین چه کاری کردم؟ آیا واقعا میفهمیم کجا قرار گرفتیم؟ خدا از ما چی میخواد؟ من فکر نمی کنم که خیلی آسون بتونیم بگیم که ما اینطور زندگی خودمون رو انجام بدیم، پیاله خودمون رو بنوشیم و همینطورم زندگی خودمون ببینیم، حق خودمون نگذاریم، آخر بتونیم بگیم که ما جزء این باکره های دانا هستیم. عزیزان، این موعظه بیشتر برای اینه که ما رو بیدار کنه، واقعا ما تشخیص بدیم آیا جایگاه من که من ایستادم کجاست. فکر نکنیم، به خودمون دروغ نگیم که بگیم که من هستم. نه، باید تفتیش کنی، باید وقت بذاری، برای روزه بگیرید و دعا کنی که واقعا ببینی که قلب تو فکر تو انگیزه تو چیه. به این خاطر عیسی مسیح امروز هم با تو میگه که میخوای عروس من بشی، میخوای جزء این باکره های دانا بشی، پس باید پیالهی که من مینوشم تو بنوشی، و از تعمیدی که من تعمید گرفتم تو هم باید تعمید بگیری. راهی دیگه عزیزان وجود نداره. بدون بها پرداخت کردن که زندگی ماست، نمیتونیم اونجا برسیم. زمانی که نگاه میکردم میگفتم که الان راهی دیگه وجود داره، راهی اصلا هست، و دیدم که این زندگی خودمون رو بخوایم انجام بدیم، نه به خوشبختی میرسیم، نه به آرامش میرسیم، نه یک هدفی داریم، آخرش واقعا به هلاکت میرسیم، هلاکت زندگی خودمون. به این خاطر خوب میشه الان سرهای خودمون رو خم کنیم، بعد از اینم وقت هایی داشت دو تا یا سه تا سرود هایی بخونیم، چون خیلی مهمه که الان وقتم بذاریم جواب دادن و همینطور هم تفتیش کردن. و چقدر این کلام با شما صحبت کرده، این دیگه در دست خدا میسپارم. ما فقط با نسرین امروز واقعا برای تک تکتون دعا کردیم که خداوند در این زمان قرنطینه، خداوند عروسان خودتو بلند کن، و اونایی که نادان هستن خداوند بیدار کن، خداوند فهمینطور خداوند یا هوشیاری بده. خداوند ما نمیخوایم یک کسی در این کلیسا باشه که از این محروم بمونه، و
به این خاطر خداوند دعا میکنیم عیسی جان تو امروزم خداوند با کلامتی که صحبت کردی خداوند دروغهایی که تو فکرهای ماست، ذهنهای اشتباهی که از تو داریم، جایی هست که خداوند از حق خودمون نمیخوایم بذاریم، هنوز من روی حق خودم ایستادم که آخر به ضرر ما تمام خواهد شد. خداوند به ما نشون بدی، به تک تک عزیزان نشون بدی خداوند یه چیزی، یک مرتبه نیست، این زندگی کردن روزمره است خداوند. و چقدر شیرین است زمانی که از حق خودمون رو میگذاریم، اون موقع تو شروع میکنی به عمل کردن. دعا میکنم خداوند ذهنهای همه ما، ذهن منم همین، تو روز به روز تازه کن که از تو یاد بگیرم و این نمونهی که تو گذاشتی خداوند، تو خودت گفتی خوشبال کسانی که این کار رو انجام میدن. این دعا رو میکنیم خداوند و ممنون هستیم خداوند که دعای ما رو میشنوی و خداوندم به ما کمک خواهی کرد، چون بدون تو عیسی مسیح، بدون روح القدس تو هیچ کاری هستیم. اینو دعا میکنیم در نام تو عیسی مسیح، آمین و آمین. خدا شاه من عیسی، داماد عزیز و زیبا، اگه قدرت احتیاج هست دعا کنم. خداوند بیا، میخوام قدرت تو رو بگیرم،
بیا روح القدس مرا احاطه کن. اگه جایی هست که درست نایستادی، الان زمانی هست که توبه کنی، بازگشت کن. دست عیسی اونجاست که تو رو بلند کنه. بهش بگو خدا من بیا، از من یک باکره نادان بساز، من نمیتونم، احتیاج به کمک تو دارم. خدا من از هر جایی که وابسته هستی، دست او کوتاه نیست که تو رو کمک کنه. به طلب داده میشه. بجو، جستجو کن، پیدا خواهی کرد. بکوب، باز خواهد شد. زمان آمدن از عیسی مسیح داماد نزدیک است. وقت کم است برادر خاره عزیز، وقت کم است. خدا دوست نداره یک روز تو شوکه بشی، متوجه بشی که چرا من قدم رو برداشتم، چرا من وابسته به این دنیا شدم. توبه کن، بازگشت کن، بپرس آیا واقعا میخوایی. در مکاشفه باب 22 اونجا نوشته که روح و عروس هر دو گویم بیا. روح و عروس با هم میگن و هر که میشنود او نیز گوید بیا، تا هر که تشنه به ما ملحق شود، آب حیات بی قیمت بنوشد. تشنه هستی، اگه میخوای خدا تو رو بیدار کنه، الان زمانی هست. روح عروس هر دو گویم بیا، و هر که میشنود اونیست گوید بیا، تا از نام
پرستش کنیم، تشکر کنیم. هللویا خداوند، متبارک باد خداوند. هللویا خداوند. آمین. آمین.